با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. تمام حکومت رو بحران گرفته، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین، هر چپ راست فرق نمی‌کنه. وزیر دنبلان که اسمش رئیس جمهور هست نهایت تلاش کرد، دروغ‌های میگه در حد فوق لالیگا. صندوق ذخیره ارزی تو خوردی با جد آباد، تو یک قرون نداری، یه پاپاسی نداری که خامنه‌ای چیز بکن. بچه اگر مرتی خر عزیت آشغال بعد اصلا خوشحالم تو آمدی، چون آمدن تو باور کن تصدیق کرد از سقوط حکومت، که همین هر لحظه امکان سقوط حکومت است. اونم این است که آخه صندوق ذخیره در اختیار ایشون است، در اختیار تو است، در اختیار دولت است. مرتی خر ولی خیلی خوبه، خیلی خوبه. مردم عزیز ایران، خبر خوش من این است که بحران سرتاسر حکومت رو در سراسر کشور، در سراسر دنیا گرفته. آدم‌هاش هم فرق نمی‌کنه و شما آماده باشید، آماده باشید، آماده باشید، مواظب خیلی مسئله باشید. من در حد توان در خدمت شما هستم و بهتون عرض خواهم که چیکار بکنید چیکار نکنید، ولی بحران رو هیچ کارش نمیشه کرد. حکومت آمدن پزشکان در تسریع کرد در سقوط حکومت با کمترین هزینه ممکن، چون دیگه از این واضح‌تر نمیشه حرف بزنه و دروغ بگه و بخواد خامنه‌ای مطرح بکنه. بدبخت بیچاره چهار تا فیلم سکسی هستو دارند، البته خیلی خوبه اونم داره بود. هر کاری کردید به اینجا رسید که الان به بحران خوردید، بحران شدید، و تو خود تو داره اینه ببخشید بچه که تو کسافت خودش میلوله داره میلولید، و این اند آرزوی ملت ایران هست. ارباباتون هم که دیگه تموم شده هستن، اونم به خاطر خودشون مشخصه. خب بچه ها خبر بخونه، باز دوباره تکرار میکنیم بحران رو. یکی از پایه‌های شهید بحران ملک ساختمان به متر 87 میلیون 400 هزار تومان رسیده. یعنی آرزوی خود داشتن کسی معمولی بود دیگه محال. پس باید یک بله سرتو که میاد. این بحران بزرگی است، یکی از بحران‌های بزرگی که برای شما ایجاد شده است. باید از خودتون تجمع اعتراضی بازنشستگان شکایت فرود در اصفهان مقابل صندوق بازنشستگی. این صندوق بازنشستگی همه شروع کردن و اینا پول ندارن بدن. آره ما از محل صندوق ذخیره از رهبر معظم تو گوه خوردیم، با اون رهبر معظم که ثابته، با اون مفعول بیشرف، با اون آدم خودشیفته، با اون که حالا تازه میگه بیاین بریم مذاکره کنیم. چه بوده منطور رو بره مذاکره نکردن میخواد نه مذاکره کنیم، بد وقت برک زده. اطاعت فوری پول دولت پزشکان خامنه ای 150 هزار میلیارد تومان برای فرزند آوری و افزایش جمعیت. دیگه به دردتون نمیخوره، دیگه به دردتون نمیخوره، از این حرفا گذشته. این خالی بنده رو خودتون بکنید. 50000 میلیارد تومان برای جهاد خرج کردید. بچم جالبه که اربابش که برای اربابی کار کرده گفته تو گوه خوردی، برای رفتی از چین و اندونزی و آفریقا آوردی، ما اینا رو چیکار کنیم؟ ما افراد تو کشور باشن، ولی بودجه کرده خزینه که رفته. اونا هم فهمیدن که شما دیگه مردم از شما این مذهبی واسون بریدن، یه عده بدبخت فرزند فرستادید، نفر 10 میلیون بهش وام دادید و اونها رو به خاک سیاه شدید. بحران یعنی همین ها. واریز اولین قسط، این خیلی جالب، واریز اولین قسط سودی دارایی روسیه به حساب اوکراین. مسکو اتحاد اروپا رو به سرقت متهم کرد. دوز از دوز می چه فرق داره روسیه چه اکو. بله عراق با هدف خودکفایی در تامین انرژی سرمایه‌گذاری در 10 بلوک گازی به آمریکا پیشنهاد میده. بخور عراق در نظر سرمایه‌گذاری در 10 بلوک گازی رو در جریان سفر آتی وزیر نفت ایران این کشور حیان عبدالغنی به شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد داد. این اقدام بخشی از تلاش‌های بغداد برای جذب سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش انرژی و از حفاظ. آنچه هر چی هر آنچه که بگندد نمکش می‌زنن، وای به روزی که بگندد نمک. مسئولان قوه قضاییه 50000 زمین از سهامداران مخفی کردن. خلاصه دیگه خود قوه قضاییه که بدزده کفتای دیگه که موقع داره شرط چه منطقه رسوایی بود. قوه قضاییه از سهامداری خودش 50000 زمین دزدیده. ما ماهیانه
برج 100 میلیون تومان بابت اجاره این زمین ها به این آقایون پرداخت کردیم تا 30 هفته 1401. درست. بعد از اونم گفتن برج 200 میلیون که وکیل ما آقای حسین علی رفتن که پولا رو پرداخت کنن. آقای نوبری، قاضی نوبری، ایشون فرموده بودن که پولو نگیرید، که پول نگیرید. و همون الان هم ما از 30 هفته 1401 تا 30 هفته 1402 بدهکار هستیم. یک سال که بهشون بدهکار هستیم، امسال هم شکایت کردن و ما رو خلیت کردن. نه ببخشید، کیفیت البته این ویدیو و ویدیوهایی که الان میبینین زیاد خوب نیست، کاش نتونستم بکنیم. یک سال عمدن اجاره رو نگرفتن، عمدن، بعد به دلیل عدم پرداخت اجاره اینا رو انداختن بیرون از زمینی که آبادش کردن، روش با 50 نفر دیگه دارن کار میکنن. حالا چرا از اینا خلعیت کردن؟ از 401 به بعد و دیگه آقای نوبری فرمودن ازشون اجاره نامه، نه اجاره نامه بدید نه پول بگیرید. خب از چه زمانی این شما مشکل مالی داشتید اینجا؟ نه ما شما هم اجاره هاتون رو چجوری پرداخت؟ اجاره هامون ماه به ماه پرداخت میکردیم، چک داده بودیم بهشون، چک رو میبردن بانک، در بچه اون برادر آقای خدادادی بود چک رو میگرفت، بعد حالا چجوری خرج میکردن تو داوونی میرفت و جای دیگه میرفت ما خبر نداریم. درسته. اطلاعی نداریم. نه میخوام اینو از شما بپرسم که از چه تاریخی با شما اومدن به بحث شکایت وارد شدن؟ از تاریخ 1400 به بعد. بحث از گسترده کلی چیز دیگه است که بحران، یعنی این خود قوه قضاییه از افراد خودش بدزده، این یعنی بحران، یعنی بدبختی، یعنی فلاکت. به این پی سی و خالی افتادن، به این خبرها زیاده. پزشکیان در اولین گفتگو با مردم دو تا خبرنگار گذاشتن، بر دین خود برای خامنه‌ای تاکید کرد. دین خود مسئول پزشکیان که 15 تیرمان سر یک رأی‌گیری حکومتی در دقلی به ریاست دولت چهارم رسید، بالاخره 10 شهریور در مقابل دوربین ها تلویزیون قرار گرفت و در اولین گفتگو با مردم بدون ارائه برنامه برای مشکلات بارها از علی خامنه‌ای تقدیرنامه کرد. وزیر دنبلان، پست جدید مبارکت باشه. از نما زیاد شد تیکه شد آقایه، ولی خاک آدم برسر بکنن، خاک آدم برسر بکنن که عنوان هم داری، درس هم به اصطلاح خوندی، توف تو شرف نداشتن. این یعنی بحران که مرتب یه تلویزیون با مردم از خامنه‌ای تعریف کنی. خامنه‌ای که منفور عالم و آدم هست، منفور دوربر خودش هست، منفور بر بچه خودش هست، خاک آدم برسر بکنن. همین مسعود پزشکیان، این گوهار قضا خاتمی و افسری خوردن، الان دیدن. بعد به ایرانیان خارج کشور اطمینان دهم دهیم که اگر کسی واسه این اذیت رو نمی کنیم، پس قبلا اذیت می کردی بی ناموس رو گوه خورد دیگه، نمیان دیگه برد بیستن. این هنی بحران، این بدبختی که بی این پیسی و خاری افتادید، کاری که کردید باید تکرار رو کنید. این همش بحران نهای پزشکیان، ما بچه نیستیم. در ایران گروه دانشجویان دانشگاهیان از دستور رئیس جمهوری به وزارت علوم برای بازگرد دانشجو و استاد اخراج شده استقبال کردند، اما عده اصولگران مخالفند. روزنامه کیهان اقبال مسعود پزشکیان نوعی بیقانونی خوانده، یعنی یک نماینده مجلس هم گفته اگر مسعود پزشکیان این اظهارات را تکرار کند مجلس موضع خواهد گرفت. بیا اینقدر ارزشته، اینقدر ارزشته، کثافت نجاست، کثافت نجاست، حقته، دمت گرم رئیس جمهور. شاهزاده مصطفی خیلی طولانی داشتن با اشپیگل، اما توش یه جمله خیلی چیز هست، مشهود هست، اونم این است که گفته آمریکا تا حالا هیچ کمکی به ما نکرده و مطمئن باشه نمی کنم. شاهزاده عزیز، بعد شما با اونا مصاحبه میکنید، ما از اسامی سر همین قصه است. اونها ذاتشون اینه، اونها ذاتشون حرامزاده است، ذاتشون دزده، ذاتشون خائنه. شاه کم به اونا خدمت کرد؟ کم تو دهن و کسافت ریخت؟ با پدر چی کردن که بخواه با تو بکنند؟ اونها تو بحرانند، اونها تو فلاکت بدبختی گیر کردن، تو بحران مردم خودشون. انگلیس بگه نمیبینید، فرانسه بگه نمیبینید، چیزی به تو میگم عزیز مدره من، اونها نمیتونند پشت مردم ایران قبول نمی کنند. اونها هم بخوان، شما هم بخوای، مردم ایران قبول نمی کنند. راحت بهتون میگم، حالا چهار تا آشغال دوربره تا فردا
ریختن و نایاک و پایاک و کسافتکاری را اونا هیچ پخی نیستند. جیگرشون رو در میاریم، جیگرشون رو فکر کردن مفت خوردی، مفت چریدی، باید پس بدی. هر جای دنیا باشی، نایاک باشی، ناپاک باشی، بستگان فلان کس باشی، بس هر کی باشی، روزگار سیاست خودت میدونی. با یک مشت دوز رفی شریک شدی، بحران نیمی همین هم. اولین شاهکار دولت چهاردهم، برداشت از صندوق ذخیره در مدت کمتر یک ماه از آغاز دولت. کوز کدوم ذخیره؟ صندوق ذخیره کدوم؟ حرف مفت. یک پاپاسی ندارید اینجا. بله، از مقام معظم رهبری رسید که بتوانیم از صندوق مخارج مقدار برداشت کنیم. تو صندوق ذخیره می چی هست میدونی؟ یک بیلخ بزرگ بر همه شما هست. تو اونجا تنها پولی که اونجا هست پول آفریقایی که آوردن دست مونده. خامنه اگه پول داشت بیم من رجوع افغانی شدم در یک کلیپ خواهم گذاشت مفصل و مرتب. خواهشن اقدر بزرگ نمایی نکنید، خواهشن خودزنی نکنید، خواهشن خودتون آزار ندید. افغانی آزارش بیش کسی میرسه. این صحنه که بینید ساخت ساخت ساز میکنن، دوست دارم اون شما که لذت ببری که از ایرانی آزار بینید نیست. افغانی یک ذره به ایرانی ضرر نمیزنه. بعد من صحبت خواهم کرد. دو ما بیداری برای مبتلان به SMI خانواده ها با شعار فرزندان ما بازیچه دست شما تجمع کردن. گروه از مبتلان بیماری SMI و خانواده آنها به برای مطالب دارو روز دو روز شنبه ده هم شهریور مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران تجمع کرد. این بحران. عملیات مشترک سندکا و نیروهای امنیتی عراق 15 عضو داعش کشته شدن. مبارکتون باشه. من رجوع ارتش هم قطعا تا فرد کلیپ مفصل خواهم گذاشت. بهتون میگم که ارتش بارد خدمت رو به کشور کرده و میکنه و حواسش هم جمع هست. بازی هم قرار نمیگیره، تحت هیچ شرطی بازی قرار نمیگیره. افغانی عاقل‌تر از یرفو هستن و انضباط اجرای شهرها به اجرا در میان. با هنه صحبت کردیم با تیواسته و همه صحبت کردیم. بهتون میگم اونا خود چون گفتن ما نمیذاریم یک سیخ کبری تو ایران جابجا بشه، چون آینده رو میبینن. نانوایان در اسلام‌آباد غرب در اعتراض به قطع برق خمیرها را در مقابل اداره برق این شهر به زمین ریختن. او زمان قاجار گذشت، الان زمان مدیاست. فهمیدی چی شد؟ این بحران. نتونید نون گندم این کشور که گندم صادر میکرد بذارید کنید بحثتونه، بنزین وارد کنید بحثتونه. این بحران. کانادا صدور مجوز کار برای دارندگان ویزای گردشگری را متوقف کرد. نگران ایرانی مهاجر دیگه چی بگم بهتون. گزارش بلومبرگ درباره قاچاق نفت به سر شبخاری مشاور خامنه‌ای مشهور به هکتور شاهگیری است. بله، نفت میره زیر قیمت میفروشه، بالای قیمت میخره بنزینو. این هکتور نشه کی میخواد بشه؟ خامنه‌ای همینا رو میخواد، این آشکارا رو. یعنی بحران که نفت کشور بشه دست یه بچه سوسول، دست یه بچه پول و مامان جونش. خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه دوم شهریور در گزارش اختصاصی به بررسی چگونگی فروش نفت قاچاق ایران و نقش حسین شمخانی پسر علی شمخانی مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از عوامل اصلی این جریان پرداخته است. خب مبارکه، هر دم از این باغ بری میرسد. یعنی بحران، بحران اینا جمع به جمع میشه، رو هم دیگه صحتون خراب بشه داره میشه. به زودی زودم داره میشه. اصلا من خالص تصور نداره میشه. من فکر نمیکنم که بی سرعت بخواد برسه. چون وقتی یه رئیس جمهور میاد یه مدتی موثرشه. قطع مستمری غیر مستمری افراد داره مربیت در ایران در گفتگو با فلان. احمد شاهرودی شهردار تهران به ایمنسازی ساختمان ناایمان در پایتخت اعتقاد ندارد، مشخص نداره. رئیس پلیس آگاهی تهران گوی زیادی خوردند. چیزی گفتن بابا این چیزی میخوریم شیرین است. مردی که خواهر همان. رئیس پلیس آبایی تهران میگوید برخی سارقان فقط به خاطر شرط اقتصادی دست به سرقت میزنند. بابا خیلی بلای تو نکنی کاراتو رو چشم میزنند. رئیس پلیس آبایی تهران بزرگ روند فزاینده سرقت در ایران رو با مسائل اقتصادی مرتبط دانست و گفت برخی سارقان فقط به خاطر شرط اقتصادی و مشکلات دست به سرقت میزنند. بابا نکن تو رو خدا، اعتراض از کجا تو بیاری؟ معاون اول پزشکیان بر تغییرات بنزینی تاکید کرد. وزیر اقتصاد از مخالفت خود گفت سرگیجه بنزینی در پی بالا گرفتن احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران. معاون اول مسعود پزشکیان از ضرورت افزایش قیمت با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی خبر داد تا وزیر اقتصاد دولت در یک برنامه تلویزیونی با اجرای این طرح
به خاطر تبعات تلادمیان مخالفت کرد. بهزی ریشتونو میسوزنه. ریشتونو میسوزه گرون بکنید تموم شده است. از اونجا نمیرسه. فکر کنم اونجا نشه. اعتقادش رو کردید. دوستان آماده کامل باشید. من بازم کلیپ میذارم. خوشحالم، حالم خوبه و میتونم در خدمتتون باشم. راجع به افغانی صحبت خواهم کرد. راجع به ارتش صحبت خواهم کرد و برنامه ها دارم آماده میکنم که بهتون اعلام میکنم، به خصوص برای بچه‌ای که با من کار میکنه در سراسر ایران. و بحران شدید غیر قابل کنترل داره حکومت رو جمع‌جورش میکنه و میپرسه در زوال‌های تاریخ. ایام بکنم جاتون باشه.